جاده پر از فراز و نشیب رویارویی با اجدهایان و دیوها قهرمان زن بزرگ می شود با خانه امن پدر و مادرش ودا می کند و آزم سفری برای یافتن خودش می شود از کوه ها و دره ها بالا و پایین می رود از عرض رودخانه ها و نرها رد می شود بیابانهای های بیاب و جنگل تاریک را زیر پا می گذارد و وارد هزار می‌شود می شود تا با عمیقترین لایه‌های لایه های خودش آشنا شود. در این سفر با شیاطینی مواجه می شود که او را فریب می دهند و پا در جاده های بومبست با دشمنانی روبرو می شود که ذکاوت و زیرکی او را به چالش می کشند و موانعی سر راهش قرار می گیرد که باید از آنها حذر یا آنها را کنترل کند. بر آنها فائق آید او به یک چراغ مقدار زیادی نخ و ریسمان و همه هوشی که در وجودش هست برای پیمودن این سفر نیاز دارد اما من جلوتر از داستان پیش می روم. اصلا چرا این زن در تاریکی شب وارد این هزار تو شده است؟ گنجی که به دنبال آن می رود چیست و حیولایی که از آن مراقبت می کند کیست؟ او در یک تاریکی استعاری تنها افتاده است و در این جاده پرفراز و نشیب به دنبال کشف توانایی و قابلیت های خود و پرده برداشتن از نقاط ضعفش می رود. تمام هدف از ترک خانه و شروع این سفر همین است. خانه یعنی امنیت و آرامش یک مکان شناخته شده. دانشگاه، شغل جدید، سفر کردن و رابطه، همگی فرصتهایی را در اختیار او میگذارند تا توانایی های مثبت خود و همچنین ویژگی های منفی خود را که به دیگران فرافکنیشان می کند بشناسد و آنها را تجربه کند. او دیگر نمی والدین، خواهر و برادر، دوستان، معشوقه ها و کارفرمای خود را بابت نتیجه کارهایی که می کند سرزنش کند. حالا وقتش رسیده است که خودش را زیر ذره بگذارد. مقصود او بیرون کشیدن شمشیر حقیقت وجودش است یافتن آوای صدایش و انتخاب مسیری برای سرنوشتش سرانجام به گنجی که در پی آن است خواهد رسید او در این مسیر هم در جهان منطقی بیرونی خود و هم در جهان روانی درون خود با موانع و مشکلاتی مواجه می شود. جهان پر مهنت بیرونی او را به دل مسیر پر از مانع و پیش بینی شده ای می فرستد که به مدارک دانشگاهی، ترفیات، عناوین شغلی مهم، ازدواج و موفقیت مالی ختم می شود. نوک قله اجدهایانی وجود دارند که به او میگویند احتمال موفق شدنش وجود ندارد. به او تلقین می کنند که از اعماق وجودش علاقه ای به این کارها ندارد و اینکه افراد زیادی با شایستگی بیشتر از او به قله نزدیکترند این اجدهایان بعضی اوقات قهرمان ما را به یاد والدین معلم ها و کارفرماهایش میاندازد و او را وحشت زده می کنند. گرچه سرسختترین در این اجدهاها خزنده ای در قالب جامعه است که لبخند می زند و می گوید بله عزیزم تو به هرچه بخواهی می توانی برسی. اما در لایه های زیرین با استفاده از کم کردن فرصت های موجود، کاهش حقوق، ساختار نامناسب مراقبت از کودک و تعلل در ترفی دادن، سنگ جلوی پای قهرمان می اندازد. منظور اصلی این اجدا از حرفش این است. بله عزیزم، تو به هر چه بخواهی می توانی برسی تا زمانی که کاری را بکنی که ما می خواهیم. شیاطینی که سر راهش سبز می شوند که مقاومت، اراده و توانایی او در ایجاد حد و حدود را آزمایش کنند. همکارانش او را می آزارن. حیعت های کننده مجوز قوانین خود را تغییر می دهند و اشاق به او می که از اول هم ای به او نداشتند. بازی های جنسی و نیرنگ در پوشش ابزار مورد نیاز برای قدرت، موفقیت و عشق مخفی شدهاند و او را اقوا می کنن. از این فکر که به سرزمین قدرت و استقلال رسیده است به خودش خواهد بالید اما تنها چیزی که نصیبش شده توهمی از موفقیت است در طی سفر درونی قهرمان زن با نیروهایی روبرو می شود که از تردید به خود خود انزجاری بی ارادگی عجز و رخوت و ترس خودش ناشی می شود. ممکن است جهان بیرون به او بگوید که موفق می شود. اما او با اهریمنانی مبارزه میکند که میگویند نمیتواند به نوک قله برسد من نمیتوانم من یک شیادم اگر واقعا من را میشناختند هرگز به من اعتماد نمی کردن. من نمیخواهم با بقیه فرق داشته باشم اگر موفق شوم از من متنفر میشوند. چقدر آن زمانی که کسی از من مراقبت میکرد همه چیز بهتر بود من لیاقت چنین چیزی را ندارم اگر یک زن واقعی بودم باید دلم میخواست ازدواج کنم و بچه دار شوم. این نجواهای درونی ادامه پیدا می کند و بصیرت، اعتماد به نفس، بلند پروازی و عزت نفس قهرمان ما را زیر سوال می اهریمنانی که با حسادت تمام از پایه های افسانه وابستگی، افسانه فروماگی زن و افسانه عشق رویایی محافظت می کنند. حریفان ترسناکی هستند. این سفر سفر ترسوها نیست. قدم گذاشتن در عمق و جرفای درون شجاعت بیکرانی می خواهد. افسانه تعلق و وابستگی وابستگی و نیاز هر دو واژگانی منزجر کننده برای زنان هستند. گرچه وابستگی مرحله طبیعی در رشد دختران و پسران به حساب می آید. اما کلمه وابسته غالبا به زنان مربوط می شود. دخترها به استقلال داشتن تشویق نمی شود. پشتیبانی و حمایتی که از پسرها می شود تا به خود مختاری برسند برای دخترها وجود ندارد. درست برعکس، دخترها تشویق می شوند وابستگی خود به خانواده و والدینشان را حفظ کنند و بعد از ازدواج این تعلقات را به همسر و فرزندان خود منتقل کنند. از زنان توقع می رود از نیازهای وابسته دیگران مراقبت کنند. آنها از کودکی آموزش می‌بینند که این نیازها را پیش بینی کنند. آنها این جملات را از دهان مادر خود شنیدند. باید تشنه باشی. می‌خواهی یک نوشیدنی خنک برایت بیاورم؟ روز سختی داشتی. حتما خسته ای. می‌خواهی قبل از شام کمی بخوابی؟ حتما خیلی معیوس شدی که نتوانستی عضو تیم شوی. مادامی که یاد میگیرند نیازهای دیگران را پیش بینی کنند به صورت خداگاه یا ناخداگاه این انتظار در آنان به وجود می آید که نیازهای خودشان نیز توسط دیگران پیش بینی و مورد توجه قرار بگیرد زمانی که زن متوجه می شود نیازهایش برای دیگران اهمیتی ندارد احساس می مشکل از اوست شاید حتی از داشتن این نیازها احساس شرم هم بکنند. اگر یک زن مجبور شود از دیگران درخواست کند به نیاز او رسیدگی کنند، هم از نظر خودش و هم از نظر دیگران موجودی متوقع، وابسته و ضعیف تلقی می شود. گرچه حقیقت این است که او تنها نیازهای عادی دارد که توسط همسر، معشوق، دوست یا فرزندش مورد توجه قرار نگرفته است. این نیازهای عادی می تواند شامل کمی خلوت و تنهایی، یک اتاق مستقل، یک شنونده برای درد و دل کردن، یک آغوش گرم یا فرصتی برای رفتن به دنبال استعدادهایش باشد. وقتی این نیازها برآورده نشوند، زن به تدریج احساس می کند هیچ حقی ندارد کارهایی را بکند که نیازها و خواسته هایش را برطرف می کند. یعنی شروع به پروراندن این فکر می کند که او اصلا هیچ حقی ندارد. بعضی از زنها برای حفظ غرور همسر خود یا محافظت از او نقش یک موجود وابسته را ایفا می کند. قانونی نانوشته در روابط زن و مرد وجود دارد که قوی بودن مرد به ضعیف بودن زن وابسته است. این قانون افسانه‌ای می گوید که اگر یک سوی رابطه زن خودش را از بین ببرد سوی دیگر مرد می تواند به موفقیت برسد. قدرت او به بهای ضعیف شدن و نابودی زن تمام می شود. این افزانه به روابط افراد دیگر جنسگرا محدود نمی شود. قهرمان زن ما از خودش می تا طرف مقابل مثلا همسر، همکار، معشوق یا فرزند بتواند رشد و ترقی کند. این هدیه ناخداگاهانه یا فداکارانه به قهرمان ما حس ارزشمند بودن می دهد و به حفظ تعادل در ساختار کمک می کند. هریت لرنر در کتاب خود به نام وومن این تریپی می گوید در لایه های زیرین موضع وابسته انفعالی بسیاری از زنان انگیزه ناخداگاه برای نیرو بخشی و محافظت از یک فرد دیگر و قانونی ناخداگاه درباره حفظ این ضعف نسبی قرار دارد که هدف از آن دوام و پایداری مهمترین رابطه آن فرد است. حتی زنان روشنفکر و آزاداندیش هم از اینکه در طول استفاده از توانایی خود برای رسیدن به تفکر و فعالیت مستقل دیگران به خصوص مردها را اذیت کنند به طرز ناخودآگاه وحشت دارند در حقیقت زنانی که شروط و خواسته خود در زندگی را به وضوح ابراز و مشخص می کنند غالبا مورد اتهاماتی از قبیل تحقیر مردها آسیب زدن به بچه ها یا به نوعی زیان زدن به دیگران قرار می گیرن. چنین طرز فکری که دیگران در اولویت قرار دارند، اغلب به یک عهد و پیمان درونی برای زن تبدیل می شود. حتی اگر طرف مقابل او چنین انتظار یا خواسته ای نداشته باشد. این تفکر در دوران کودکی یک دختر زمانی که پویایی و مناسبات خانواده خود را می بیند به ناخودآگاه او رخ نمی کند. او می‌بیند که مادرش از نیازهای خود می‌گذرد و این کار را از او یاد می گیرد ماجرا زمانی جالب می شود که آن دیگری که توجه او را طلب می کند بخشی از خودش است و او باید با یک تضاد بی پایان درونی مبارزه کند که در برابر حل شدن مقاومت می کند. لین نویسنده چهل و خورد ساله است که تجربه مشابه دارد. همسر او در گذشته به الکل اعتیاد داشته و اکنون در حال ترک کردن است. در طول دوره ای که همسرش مصرف بیش از حد مواد داشت این زوج از هم جدا می و لین به دنبال حرفه نویسندگی می و با موفقیت روبرو می شون. حالا که این دو آشتی کردن و همسر لین در حال ترک اعتیاد است لین از یک سو با نیازهای خود بنوشتن به مستقل بودن و حمایت مالی از خانواده و از سوی دیگر با ندای درونش مبارزه می کند که به او می گوید دنبال کردن حرفه نویسندگی به خانوادهش آسیب میزند. لین به چنگال یک اجده های دو سر افتاده است. موجود لاغرندامی که بر سر این که چه کسی سهم بیشتری از زمان و انرژی لین را در اختیار بگیرد شکوه و ناله می کند. نویسنده هرگز سیر نمی شود و مادر با این احساس که کسی او را دوست ندارد و قدرش را نمی داند، تنها مانده است. این نظام مدام خلاقیت لین را نابود می کند و او را با خستگی و پژمردگی ذهنی و روانی تنها میگذارد از لین خواستم مکالمه ای بین دو سر این اجدها بنویسد. لین یادآور می شود که در این گفتگو مادر با لحنی ملایم و پوزش طلبانه صحبت می کند اما نویسنده لحنی محکم و خشمگین دارد. گاهی اوقات این دو در خصوص جایگاه خود سردرگم می شود.